جایگاه ایران امروز جایگاه بسیار ممتازی است. ایران داره میره بالا دیگه، از این زیباتر چجوری؟ شما هر جای دنیا برید ایران رو در تراز بزرگترین قدرت‌های جهان می‌سنجن. ببینید الان افکار عمومی جهان تقریبا به طور یک پارچه با ملت ایران، حتی در اروپا، حتی در آمریکا، حتی در اروپا، حتی در آمریکا. بریم از امریکایی ها بپرسیم مختصات خاصی از سرزمین اساطیری ما ایران دارند. ایران کجاست؟ ایران کجاست؟ فکر کنم تو آفریقاست. نمیدونم. ایران انمی. فقط میدونم ایران دشمن آمریکاست. نمیدونم. نزدیک فرانسه است. نه، نزدیک ایتالیا است. چرا اینجوریه؟ بعد برای اینکه اینو اثبات بکنه یه دختر بچه 2-3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیار جلو. منو نشون داد، گفت این کیه؟ این کیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد من گفت این محموده، این محموده. اما چی بیرون اتفاق افتاده و در چه شرایطی هستیم؟ به نظر من به لطف خدا در یکی از بهترین شرایط سیاسی بین الملل در طول 30 سال اخیر هست. در مجامع عمومی وقتی مطرح میکنیم ما استقبال بسیار گسترده است. یکی از شخصیت های شرق آسیا از مسئولین درجه یک اومده بود دیدن من. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما اوضاع جهان داریم مطالعه میکنیم، داریم میبینیم ایران به سرعت داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ بلا منازع. ما از الان اومدیم بگیم با شما، مثل این خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر، این اومده و زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شما. اما من داخل پرانتز چون یک گزارشی رو چند روز پیش دیدم الانم به ذهنم رسید که اینو با شما بگم، و اون اعتبار گذرنامه ایرانیه. یه چیز خیلی ملموس کنسولی معمولی. ببینید گذرنامه ما برای 14 کشور دنیا ویزا نمیخواد، برای بقیه جاها میخواد. این عدد مثلا در مورد کشوری مثل مالزی 125 یا در مورد کره جنوبی 130 یا حتی در مورد سوریه که اصلا قابل قیاس با ما نیست بالاتر از عدد ماست. یا شما دیدید صبح اگه یه روز از دفتر کارتون که قبل از اینکه بیایید سری بزنید، واقعا جلوی سفارتخونه ها به هموطنای ما توهین میشه، فرم پرت میکنن، تورا نمیدن، زنجیر کشیدن، شمتونم نرده گذاشتن، یا تو فرودگاهاشون از لاینای درجه 3-4 رد میکنن، آی پرینت میگیرن. چند فکر نمی‌کنید یه مقداری ما باید تو این زمینه‌ها بیشتر کار کنیم؟